افزایش بازیافت زباله های مواد غذایی در استکهلم با قانون جدید با اجرای قانون جدیدی در سوئد تمامی شهروندان این کشور موظف به بازیافت زباله های مواد غذایی خود شدند این قانون از ابتدای سال جاری اجرایی شده و موجب تغییراتی در استکهلم شده است شهروندانی مانند فابیان با دقت بیشتری پوست سیب زمینی و سایر ضایعات غذایی خود را بازیافت می کنند. فکر می کنم این اقدام برای مسئول نگه داشتن مردم در قبال غذایی که دور می ریزن ایده خوبیه همچنین اگر قانونی در این زمینه وضع بشه می تواند مردم را ترغیب کند تا در مورد میزان غذای مصرفیشون با دقت بیشتری فکر کنند. بنابراین به نظرم این کار بسیار مفیدی است یکی از دو شرکت مسئول بازیافت زباله های مواد غذایی در استکهلم گزارش داده که در سه ماه اول سال جاری میزان زباله های غذایی جمع بری شده تقریبا 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته. اگر در مورد زاییات مواد غذایی در اینجا صحبت می کنیم حدود سی درصد است بنابراین همچنان درصد بالایی حساب می شود این شرکت زباله های غذایی را به بیوگاز و کود تبدیل می کند و سوخت زیستی تولید شده به اتوبوس ها و کامیون ها در منطقه استوکلم و همچنین به کشورهای دیگر صادر می شود. بایو فیول، which is, uh, is... سوخت زیستی فشرده به پمپ بنزین کوچک ما که دقیقا پشت سر منه ارسال میشه. همه کامیون هایی که هر روز زباله های غذایی رو به ما تحویل میدن در اینجا سوخت گیری میکنن. بخش زیادی از این گاز فشرده نیز به سایر پمپ بنزین های محلی در منطقه سوکن فرستاده میشه. با وجود پیشرفتها حدود 35 درصد از ضایعات غذایی در استکهلم همچنان بدون بازیافت هدر میرود به گزارش استوکلم باتن، هر سوئدی سالانه حدود 120 کیلوگرم ضایعات غذایی تولید می کند. مشکلاتی مانند نبود امکانات مناسب در ساختمان های قدیمی و نقش پررنگ رستوران ها در تولید زباله های غذایی از موانع اصلی بازیافت کامل ضایعات غذایی هستند. مهران عباسیان سوکر